با مجموعه خبری ساعت 10 با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. حکومت افغانستان و سپردن خاموشانه دندغوری به طالبان. شورای ولایتی بغلان میگوید حکومت با امضای تفاهم نامه دندغوری را به طالبان واگذار کرده است. امروز به اسلام ماده امضا میشه، برای فردا در بغلان جنگ میشه. این کی تضمین میکنه؟ در اونجا طالبان میتونه که دست به قتل مردم بزنه، به اختطاف بزنه، به چور بزنه. رسیدن انتحارگر طالبان تا دره پغمان. در یک حمله انتحاری در پغمان 4 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. دو نفر منظوبین پلیس ما است از ولسوالی و دو نفر هم ملکی است. در جمله ملکی یک خانم است و یک مرد است. در دو نفر ملکی. از سرپرستی ولایت تا جنگ با مخالفان دولت، عطا محمد نور عملیات پاکسازی در بلخ را راه اندازی کرد. بیش از 1000 نفر نیروهای امنیتی در عملیات اشتراک دارند که قبلا خدمتتان عرض کردم که شامل تمام نیروهای امنیتی در ولایت بلخ است. و رکورد شکنی مرد استرالیایی در ارتفاع 300 متری زمین. به نام خدا و شب شما بخیر. شورای ولایتی بغلان ادعا می کند که حکومت با امضای تفاهم نامه منطقه دندغوری را به طالبان واگذار کرده است. اما گلاب منگل رئیس هیئت فرستاده شده به ولایت بغلان می گوید که این سند با بزرگان قومی دندغوری به امضا رسیده است. در سندی که به تولو نیوز رسیده نگاشته شده است که نظامیان کشور پس از امضای این سند هیچ گونه حمله نظامی در منطقه دندغوری نخواهند داشت و نیروهای دولتی حق بازداشت کسی را در این منطقه ندارند. سرانجام کار هیئت فرستاده شده رئیس جمهور برای بررسی اوضاع امنیتی منطقه دندغوری شهر پلخمری به پایان رسید. این هیئت یک جا با مقام‌های محلی در بغلان سند را با برخی از افراد در دندغوری امضا کردند که بر بنیاد آن در منطقه دندغوری شهر پلخمری هیچ گونه حمله نظامی صورت نگیرد و نیز نظامیان افغان به ویژه نهادهای کشفی بر بنیاد این تفاهم نامه نمی توانند در منطقه دندغوری اقدام به بازداشت طالبان نمایند. این سند که دارای 9 بند می باشد از سوی وزیر سرحدات اقوام قبایل، سرپرست ولایت بغلان، رئیس امنیت ملی، فرمانده پلیس، رئیس شورای صلح و رئیس و دو عضو شورای ولایتی بغلان امضا شده است. ما من حیث نماینده بغلان به ای به اصطلاح بدریان باور ندارم و اعتمادم ندارم و ای به کرسی هم نمیشینه و نشیش. امروز به اصطلاح ماده امضا میشه، برای فردا در بغلان جنگ میشه. ایره کی تضمین میکنه؟ امضای این تفاهم نامه چی پیامدهای داشته است؟ فردانی پس فردایش دولت ما شنیدیم که تعداد جوانای وردی مالا در بغلان مرکزی در مسیر رفت و آمد من نمیدارم که بیز چنام داره، بیز نوروزک باشه، جنجال بسیار سخت پیشه شد. یک ماده از اشاره به این شده که از در دندغوری دولت عملیات و یا گرفتاری نمیدانه. این هم در اونجا طالب ها میتونه که دست به قتل مردم بزنه، به اختطاف بزنه، به چور بزنه. اما گلاب منگل وزیر سرحدات که در رأس هیئت به بغلان فرستاده شده بود میگوید که این سند با بزرگان قوم در دندغوری امضا شده است و آنان تضمین کردند که مانع حمله های طالبان در این ساحه میشوند. هیچ سندی ما با طالبان امضا نکردیم، با 10 نفر متنفذین قوم منطقه دندغوری و دندغوری و چند چیز قبول کردن موی سفیدا. ما طالبان اجازه نمیتیم که از منطقه ما بالای نیروهای امنیتی فایر بکنن. ما با طالبان اجازه نمیتیم که از منطقه ما بالای شهرهای بغلان مزار شریف حملور شوه. ما با طالبان اجازه نمیتیم که راه ولسوالی دهنه غوری را مسدود بسازه و یا در این را مزاحمت ایجاد بکنه. هر گاهی که جوری در این تفادی صورت دگره و بالای سربازا و پوستا و پاسگاهی پلیس انداخت صورت دگره و آماده و پاسخ متقابل خواهد بودیم. اینجا منطقه دندغوری شهر پلخمری است. تنها در این منطقه ده ها روستا قرار دارد. تا
تمام این روستاها در کنترل طالبان است و بیرقایشان هم به وضاحت دیده میشه. مطابق با تفاهم نامه‌ای که اخیراً بین مسئولان حکومتی ولایت بغلان و به گفته اعضای شورای ولایتی طالبان امضا شده، تمام این مناطق بر طالبان تسلیم داده شده و نیروهای دولتی هیچ گونه عملیات را حق ندارند مطابق به این تفاهم نامه در این منطقه را اندازی کنند و هیچ صلاحیتی را ندارند که کسایی که در اینجا اگر مجرم است یا حراس افغان است اونا را بازداشت کنند. حمید شیرزای، طلوع نیوز، ولایت بغلان. برای بحث بیشتر بسم الله عطاش از نمایندگان شورای ولایتی بغلان با ماست. از بغلان آقای عطاش، نظر شما در مورد این سند چه است؟ سلام به شما و به بیننده های محترمتان. سند یک سند است که در حقیقت بدور از انظار جامعه مدنی و نماینده های مردم در شورای ولایتی به استثناء یک دو سه آدم امضا شده و به هیچ وجه این سند ارضا کننده و اقناع کننده مطابق به مقتضیات زمان و نیازمندی ها و عوایج اولیه که مردم در بودی اهمیت داره نیست. بله آقای عطاش، وزارت سرحدات اقوام و قبایل ادعا داره که با بزرگان بغلان و دندغوری سند را امضا کرده. خب شما میگین پس با کیها امضا شده این سند؟ شما ببینین طرف مقابل دولت و مردم افغانستان، خاصا مردم بغلان در جغرافی های معین و مشخص دندغوری تنها طالب است. و اگر در این میثاق و تعهدنامه و تفاهم نامه اگر آیت ازامی کابل با موسفیدا تفاهم نامه را امضا کردن، موسفیدا در حقیقت اونا طالب نیستند. اگر طالب هستند خب باید موضوع را مشخص می ساختند و گذشته از او این تفاهم نامه به یک شکل مورال نیروهای امنیتی را ضعیف می سازه. و از بودی دیگهش شما ببینین تفاهم نامه در فضای امضا شده که باید تمام نهادهای ناظر بر تمام روندهای دموکراتیک در بغلان حضور می داشتن و از این تفاهم نامه اونا نظارت می کردن و رضایت خود ارائه می کردن. این دلیل است که تفاهم نامه با چند آدم امضا شده، تا هنوز راه های مواصلاتی دنی غوری در روی دولتی ها کاملا بسته است. ولسوالی دنی غوری در محاصره قطعی طالب است. دولت هیچ گونه اقدامی در خصوص انجام نداده. این خب واقعا جای نگران کننده است. بله آقای عطاش، پس فکر میکنین که هدف هیئت حکومتی از امضای سند چه میتونه باشه؟ این سند هیچ نوع ضمانتی وجود نداره برای از اینکه در تعهدنامه و تفاهم نامه طالب ها پابند باقی میمانند. بعد از همین تفاهم نامه شما میبینید که در دند شابدین و بغلان ها جنگ صورت گرفت که دو پایگاه دولت به دست طالبا سقوط میکنه. عملا طالبا فعلا بعضی نقاطی از ولسوالی دنی غوری که در مناطق کوهستانی هستن و در اونجا بیزای حکومتی هست از طریق پلیس محلی، اونا التیماتوم برای ازنا فرستادن و برای ازنا گفتن که شما با تسلیم شوید. از یک طرف آقای عطاش، پس به نحوی حکومت رسمیت میبخشه به طالبان در دندغوری و دهنی غوری با امضای سند؟ شما ببینین دقیقاً که چنین است. اگر چنین نباشد دولت باید عملیات میکرد و در این منطقه را باید از وجود طالبان پاک میکرد و اگر توانمندی هم مشنون صدای شما. بله آقای عطاش، ساعت پیش معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل گفتند در مورد این نگرانی هایی که شما الان مطرح میکنین، گفتند که این شورای ولایتی مسائل قومی را دامن میزنه با این اظهارات که این سند را رد میکنه و میگه که با طالبان امضا شده. به هیچ وجه. شما ببینین بغلان یک ولایت کثیر الاقوام است و در شورای ولایتی از تمام اقوام هزاره، تاجک، ایماق و پشتون در اینجا نماینده دارن و اونا دیدگاه مشخص در مورد مسائل امنیتی در بغلان دارن. ای به این معنا نیست اگر اونا تعبیر و توجه و انتباهشان از بس ابی باشه، اونا در حقیقت اشتباه میکنن و درکشان نادرست است از این قضیه. مردم بغلان به امنیت نیاز داره و میخوان زیر بیرق سیرنگ افغانستان آرام زندگی بکنن. نمیخواهم مردم بغلان که با اینمی سازشکار با اینمی روند را که اینا در پیش گرفتن و حال هیچ نوع ضمانتی وجود نداره. گفتم فعلا رای دانه غوری مسدود است.
مردم دندی غوری در محاصره قطعی هستند. بله. نایه پنجم شهر پلخمری که دندی غوری است، این تفاهم نامه صورت گرفته، سر از این موضوع خیلی زیاد سوالات وجود داره و این سوالات را باید اونا پاسخ را بکنن. به هیچ وجه موضوع قومی در اینجا نیست. تمام اقوام در بغلان با هم برادر هستند و برادروار زندگی میکنند. این که اونا انتباه شانمی هستند، اونا در اشتباه هستند. ممنون از شما. بسم الله عطاش، عضو شورای ولایتی بغلان، از بغلان با ما بود. خانواده ملا عمر با رهبر جدید این گروه بیعت کرد. طالبان با پخش اعلامیه‌ای میگویند که ملا عبدالمنان برادر ملا عمر و ملا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان روز گذشته با رهبر تازه طالبان بیعت کردند. در این اعلامیه طالبان آمده است که دلیل تأخیر بیعت خانواده ملا عمر از ملا اختر منصور مصلحت خاصی بوده است که در آن نیت خیر نهفته بود. تا لحظات دیگر، معضل بیکاری و افزایش شهروندان فراری. باز هم خوش آمدید. در یک حمله انتحاری در پغمان 4 تن به شمول مدیر جنایی فرماندهی پلیس این منطقه کشته شدند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. فرماندهی پلیس کابل میگوید که انتحار کننده یک موتر باربری پر از مواد انفجاری را بر دیوار ساختمان فرماندهی پلیس پغمان کوبید. پیام آور وحشت، وحشت را به پغمان برد. حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را بر دیوار ساختمان فرماندهی پلیس پغمان کوبید و این بار گلیم اندوه در خانه های مردمان پغمان پهن شد. در این حمله مدیر جنایی فرماندهی پلیس پغمان با 3 تن دیگر جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. 4 نفر شهید شده که از جمله 4 نفر 2 نفر منظوبین پلیس ما است از ولسوالی و 2 نفر هم ملکی است. در جمله ملکی ها یک خانم است و یک مرد است. در 2 نفر ملکی تعداد 41 نفر مجروحین است. این رویداد همانند بسیاری از رویدادهای هراس افکنانه از غیر نظامیان قربانی گرفت. یک انفجار بسیار قوی شده سراچه 90 است. دمی پشت رسولی بسیار یک انفجار قوی است که بسیار شهید و زخمی زیاد است. بسیار مردم خراب کرده، بسیار مردم آوار کرده. در مابین ولسوالی که دیدم که یک وحشت است. اوسو عمر جنایی شهید شده بود، افتیده بود. اوسو 1-3-4 تا دیگه شهید بود. اوسو 1-3 شهید شده بود که مراجین بود. یک بجه مراجین بود، او شهید شده بود. کابل چند روزی بود که آسمانش دود انتحار و انفجار را در خودش نداشت، اما مردمانش هنوز رویدادهای هولناک شاه شهید و مکرویان چهارم را فراموش نکردند که اکنون یک بار دیگر این رویداد آرامش بخشی از پایتخت را برهم زد و بسیاری ها را به خاک و خون کشاند. عملیات پاکسازی زیر نام الماس دو به رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بغل در بخش‌های آسیب پذیر این ولایت راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این عملیات نابودسازی پایگاه‌های هراس افکنان در بخش‌های آسیب پذیر ولایت بلخ گفته شده است. از عصر روز گذشته به این سو عملیات گسترده نظامی برای پاکسازی بخش‌های آسیب پذیر ولایت بلخ به رهبری عطا محمد نور راه اندازی شده است. بیش از 1000 نفر نیروهای امنیتی در این عملیات اشتراک دارند که قبلا خدمتتان عرض کردم که شامل تمام نیروهای امنیتی در ولایت بلخ است. این عملیات در بخش های آسیب پذیر ولسوالی های چمتال و چهار بولک راه اندازی شده است. شماری از باشندگان ولایت بلخ از راه اندازی این عملیات به رهبری عطا محمد نور ستایش میکنند. وقتی اونا میرن خودشان لباس نظامی بتن میکنن و میرن خودشان عملیات میکنن و در جنگ اشتراک میکنن، واقعا اعتماد مردم برای استادا بیشتر میشه. با این همه شورای ولایت بلخ ضمن آن که راه اندازی این عملیات را در نابودی هراس افکنان مؤثر میداند، اما جنگ را تنها راه حل نمیداند. در دیر خلا را دسیدوی اقدام وکی او ولسوالی چمتال تا سیده مخالفین یعنی زیاد سوی و بسیار راه های مناسب، راه های که مشکل مردم افغانستان حل کنه، او از او راه ها باید ما پیش بریم.
او حکومت داری خوب است، او تامین عدالت است، او برابری است، او برادری است. با آن که بلخ از ولایت های امن کشور به شما می رود، اما ولسواله های چلتال، چهاردولت، شلگره، بلخ و دولت آباد از بخش های آسیب پذیر هستند که در موارد گواه فعالیت های حراستگران بوده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با یک آمادگی کامل در نشست سازمان ملل شرکت خواهد کرد. ریاست اجرایی میگوید که تامین امنیت، توسعه اقتصادی و نگرانی از حضور داعش در افغانستان از نکات مهم سخنرانی و گفتگوی هیئت افغانستان در نشست سازمان ملل خواهد بود. آگاهان نشست سازمان ملل را در شرایط کنونی یک فرصت طلایی برای حکومت افغانستان میدانند و میگویند که باید مداخله و جنگ اعلام ناشده پاکستان در برابر افغانستان محور اصلی سخنرانی رئیس اجرایی در نشست عمومی و نشست‌های دو جانبه و سه جانبه باشد. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا فرصت طلایی برای افغانستان. در این میان رئیس اجرایه با هیئت همراهش در نشست عمومی و در نشست‌های دو جانبه و سه جانبه ای که در حاشیه نشست برگزار می شود، محور اصلی سخنهایش چه خواهد بود؟ در پلاوی در روان سپتامبر میاشتی پرسل روشته منی تا نیویارک ترسیج و حالت بده ملگرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې پر امنیت د 2015 وروسته پر پرمختیایي فعالیتونو او مشخصا د داعش پر مسله باندې بحث کیږي. باورها بر این هستند که نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رهبران حکومت وحدت ملی بهترین فرصت است تا از مداخله و جنگ اعلام ناشده پاکستان بر افغانستان یک موقف جدی و روشنی را اختیار کنند. از مداخلات و جنگ اعلام ناشده که یکی از همسایه‌مان پاکستان علیه مردم افغانستان برای انداخته، هیئت ما باید به شدت برازی در نشست های دو جانبه و چندین جانبشان، در جریان اسامبله، در بیاناتشان بحث بکنه. بعد افغانستان در کنفرانس ملل متحد، در کنفرانس های بین المللی، در کنفرانس های منطقوی، بعد از پاکستان من حیث یک کشوری که حامی توریسم است و تربیه کننده توریسم است، بعد پاکستان برای جهانیان معرفی بکنه. بسیاری از باشندگان پایتخت به ویژه جوانان از رئیس اجرایی و هیئت همراهش میخواهند که در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بکوشند تا توجه بیشتر جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنند. بل افغانستان باید امریکا څخه دا غوښتنه ولري چې دیدو دغه فوز ته چیز کی لکه دیدو د اردو چې دا اوس موږ اردو ته چیز نه ده لوړ مدرن سلانه نه لري دیدو بس په دې سلا سره ته چیز کی دیدو وعده کړی ده. یک موقع است که جناب ډاکټر صاحب عبدالله میتونه در این موقع بسیار کمک ها و تعهدات جامعه جهانی را بر افغانستان جلب کنه. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور چگونگی بررسی رویدادهای جهان امساله برگزار می شود. هیئت حکومت افغانستان به روز 24 مای روان میلادی در این نشست حضور خواهد یافت و گفته می شود که این هیئت با یک آمادگی کامل و آجندای مشخص در این نشست حضور می یابد. شهروندانی که افغانستان را به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی ترک می کنند، از روبرو شدن با سرنوشت نامعلوم نگرانند. این شهروندان می گویند که حکومت برای آنان شغل ایجاد نکرده است، از همین رو ناگزیر شدند که خطر را بپذیرند و از راه های دشوار گذر خودشان را به اروپا برسانند. افزایش فرار شهروندان کشور به ویژه جوانان به ترکیه و ایران به هدف رسیدن به اروپا. مرد، زن و کودک ساعت‌ها در برابر سفارت ترکیه برای گرفتن ویزا ساعت‌ها و حتی روزها انتظار می‌کشند. بسیار زیاد با مشکل ویزا میده. دولت ما چندان توجه نمی‌کنه به جوان‌ها، مجبور هستن که جوان‌ها دیگه طرف کشورهای خارج سفر کنند. بسیاری از جوان‌ها که نمی‌خوان در برابر کمره مصاحبه بکنن، اینا میگن که چون از کارشان جواب داده شدن و حکومت هم آینده زیاره نتونسته تضمین بکنه، یعنی نمیتونه برای زیا کار ایجاد بکنه، از این لحاظ میخواین ویزا بگیرن و به بیرون از افغانستان برن. برخی دیگر از شهروندان کشور که وضعیت اقتصادیشان چندان خوب نیست، خطر را میپذیرند و با موتر افغانستان را ترک میکنند. تقریبا روزانه 2-300 نفر مسافر از دو طرف هم داریم. اینا کل گردومر شدگی هستند که در ایران مثلا گیر میاد. تقریبا از هر خانه 8 نفر، 9 نفر، 10 نفر فامیلی مستقیم میرن، کسی به اروپا میرن، کسی به آلمان میرن.
بسیاری از کسانی که رد مرز شدند از رهبران حکومت می خواهند که به این مشکل رسیدگی کنند. ارومیه ما را گرفت پلیس ایران. 126 فامیل بودیم، امیال نصف ما فرار کردیم. اونایی که فامیلی بود امیال در گروگان دوز هستند که اونا هر نفر 6 میلیون تومان باید پول بیتن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم هیچ ارقامی درباره فرار شهروندان کشور ندارد. دقیقا از اینکه ما از مهاجرت های غیر قانونی صحبت میکنیم و با داشتن از این مرزهای طویل در داخل افغانستان هیچ گونه آمار دقیق در ارتباط در اختیار ما نیست. بر بنیاد آمارهای تایید نشده در چند ماه اخیر بیش از 7000 تن افغانستان را ترک کردند. تا لحظات دیگر درگیر شدن پلیس هنگری با پناهجویان آسیایی. باز هم خوش آمدید. یک مرد استرالیایی توانست از یک ریسمان نازک میان دو برج به فاصله 21 متر در استرالیا بگذرد. این مرد استرالیایی که 36 سال است توانست از ریسمان نازک که میان دو برج 300 متری در شهر ملبورن استرالیا نصب شده بود از فاصله 21 متری عبور کند و رکورد تازه‌ای را به نام خودش ثبت کند. شماری از پناهجویان و نیروهای امنیتی هنگری شام امروز درگیر شدند. این درگیری هنگامی آغاز شد که پناهجویان می‌خواستند تا وارد هنگری شوند، اما نیروهای امنیتی هنگری در برابر این پناهجویان از گاز اشکاور کار گرفتند. هنگری که در مرزش با صربستان سیم خاردار کشیده است اجازه نمی‌دهد تا این پناهجویان از راه هنگری به کشورهای دیگر اروپایی برسند. قطر از درگیر شدن سربازان اسرائیلی با فلسطینیان در مسجد الاقصا انتقاد میکند. وزیر خارجه قطر میگوید که هجوم سربازان اسرائیلی به مسجد الاقصا پذیرفتنی نیست و اسرائیل باید از این گونه حرکت ها خودداری کند. پیش از این سربازان اسرائیلی به خاطر بازداشت شماری از فلسطینیان به خاطر پرتاب سنگ بر مسجد الاقصا هجوم بردند، اما با مقاومت نگهبانان داوطلب این مسجد روبرو شدند. روند انتقال زائران حج یک هفته پیش از زمان تعیین شده آن به پایان رسید. وزارت حج و اوقاف میگوید که نزدیک به 10 میلیون دلار امسال هزینه رفتن به حج را در کشور نسبت به سالهای پیش پایین آوردند. اما شرکت هوایی آریانا میگوید که با هزینه گزاف هواپیماهای شرکت‌های هوایی نایجیریایی و مصری را برای انتقال حاجیان به جده چارتر کرده است. آخرین زائرانی که از افغانستان به جده می رفند، اینان از بخش‌های جنوبی کشور هستند. برخلاف دیگر سالها، امسال زودتر روند انتقال زائران به سعودی به پایان می رسد. تا پار سال هزینه گرفتن به حج 2700 دلار بود، اما امسال به 2450 دلار پایین آمده است. یک دستاورد برای ما بود سهولت برای حاجی که مستقیم به مدینه منوره پروازا صورت گرفت. این سه موضوعش برای ما بسیار اهمیت داشت، از نگاه نرخ، از نگاه سهولت برای حاجی و از نگاه تطبیق پلان عملیاتی انتقال حجاج ما. به های تکت رفت و برگشت هر حاجی نیست از 1320 دلار امسال به 1045 دلار کاهش یافته است. هرچند به های تیل در بازارهای جهانی نیست کاهش چشمگیری داشته است. با این همه هنوز هم شرکت هوایی آریانا هواپیماهای نایجیریایی و مصری را برای انتقال حاجیان با هزینه بلندتری چارتر کرده است. طیاره ای که ما در آخر گرفتیم لاست مومنت یا لحظه آخر طبعا قیمتا بالا می باشد. در غیر از او کدام تفاوت نیست. همزمان با این مقام های حکومتی می گویند که تلاش بر این بودند تا حاجیان افغانستان همانند سالهای پیش با مشکلاتی روبرو نشوند. این تصمیم گیری فردی نبوده. وظیفه ما منیس نماینده رئیس جمهور در این پروسه ای بود که ما طرف حاجی را مد نظر بگیریم که برای حجاج چقدر ما آسان میسازیم پروسه را، و ما فضل خدا موفق هستیم که هم 21000 افغانی برای هر حاجی مفاد رساندیم، هم پروسه بسیار مسون پیش رفت. معیار عربستان سعودی هواپیماهای جدید بود. از همین رو شرکت هوایی آریانا ناگزیر می شود که یک هواپیمای شرکت هوایی نایجیریایی و دو هواپیما از شرکت هوایی مصری را چارتر بکند.
هواپیمای شرکت نایجیریایی که گنجایش 585 مسافر را دارد در هر ساعت 12,000 دلار و برای 700 ساعت رفت و برگشت حاجیان 8,000,044 چارتر شده است. ظاهراً پیش از این شرکت هوایی آریانا با برخی از شرکت‌های هوایی خارجی نیز مشکلاتی داشته است. آریانا سال‌های گذشته بسیار آسیب دیده بود. آریانا امسال تصمیم گرفت که این پول کمپانی را پیدا بکنه یا شرایط را بالای کمپانی بقبولانه که این پول به اقساط کوچک داده شود که آریانا ریسک زیاد نگیره و پولش به خطر نفته. برای رفت و برگشت هر حاجی شرکت هوایی آریانا با وزارت حج و اوقاف 1,045 دلار قرارداد کرده است، در حالی که به شرکت های هوایی نایجیریایی و مصری 899 دلار می پردازد. سپاسگزارم از همراهیتان با طلو. کمیسیون انتخابات آوردن تعدیلات در قوانین انتخاباتی را در وضعیت کنونی به زیان مردم می داند. معاون این کمیسیون بار دیگر تاکید می ورزد که رهبری کنونی این کمیسیون به کارش ادامه خواهد داد و بر بنیاد فرمان رئیس جمهور به زودی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام خواهد کرد. اما ریاست اجرایی می گوید که تا زمان تعدیل قانونهای انتخابات و آوردن اصلاحات انتخاباتی هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نخواهد شد. بار دیگر در نشست خبری حضور می‌یابند و به برگزاری انتخابات پارلمانی به دست خودشان تاکید می‌ورزند. رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات به سه پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را برای آوردن اصلاحات در روند انتخابات نادیده می‌گیرد و نیز آوردن تعدیلات را در قانون‌های انتخاباتی به زیان کشور می‌داند. تعدیلات پی در پی در قوانین انتخاباتی و آن هم در حالات بحرانی کشور مؤثر و کارساز نبوده و باعث ایجاد مشکلات و بی‌ثباتی در تطبیق روند انتخابات شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه می‌گردد. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد که بر بنیاد قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی، رهبری کنونی این کمیسیون به کارش ادامه می‌دهد و نیز بر بنیاد فرمان اخیر رئیس جمهور به زودی روز برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام می کند. تا زمانی که قانون فعلی، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نافذ است، ما پروسه خود باید با همون ترتیب پیش ببریم. و تا زمانی که قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی نافذ است، رهبری کمیسیون به کار خود ادامه می دهد. اما ریاست اجرایی میگوید که انتخابات پارلمانی پس از عملی شدن اصلاحات انتخاباتی و آوردن تعدیلات در قانونهای انتخابات برگزار خواهد شد. هر گونه کاری که یا هر گونه پیشرفتی که برای برگزاری انتخابات آینده میباشه او بعد از اصلاحات است. اصلاحات پیش شرط است. پیش از اینکه اصلاحات به نظام انتخابات وارد نشد هیچ گونه تصمیمی درباره برگزاری انتخابات آینده قابل پذیرش یا حداقل قابل تطبیق نیست. قرار است بر بنیاد بسته پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی قانون‌های انتخاباتی به زودی بر بنیاد فرمان رئیس جمهور تعدیل شوند و نیز کمیته گزینش برای معرفی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز به کار خواهد کرد. در همین حال چگونگی کارکرد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی اعضای مجلس را به دو بخش تقسیم کرده است. شماری از اعضای مجلس سنا میگویند که این کمیسیون در قوانین کشور جایی ندارد و کار این کمیسیون را زایی ساختن وقت میدانند. اما شمار دیگری از این نمایندگان میگویند که برای جلوگیری از بحران دیگر اصلاحات انتخاباتی به هر قیمت باید به میان آید. در این روز به فیصله کمیته رؤسای مجلس نمایندگان، اسدالله سعادتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی حاضر شد تا از پیشرفت های کار این کمیسیون گزارش ارائه کند و میگوید که تلاش های جدی برای آغاز کار کمیته گزینش، تغییر نظام انتخابات و چگونگی تهیه فهرست دقیق رای دهندگان روی دست گرفته شدند. این کمیسیون کارهایش را برای اعتبار بخشی دوباره به نظام انتخابات یک نیاز میداند و از توافق رهبران حکومت روی این موضوع سخن میزند. بر اساس پیشنهاد ما و بر اساس رواجی که در دنیا وجود داره، هر رای دهنده در صورت تهیه لیست رای دهندگان تنها در همون مرکزی میتونه رای بده که لیست کرده اونجا. یعنی نمیتونه در هر مرکز رای بده. همونجا که لیست نام خود فهرست کرده اونجا میتونه
رای بده و بر اساس فهرست هم رای بده. در این صورت با کارت جعلی هیچ کار نمیشه، چون افراد وقتی مراجعه میکنه قبل از اینکه کارتش رو ببینن نامش در فهرست میبینه که هست یا نیست. اما شماری از همقطاران این عضو کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در مجلس نمایندگان با این گفته ها مخالفند و میگویند که سعادتی نمیتواند نماینده مجلس نمایندگان در این کمیسیون باشد و کارهای این کمیسیون را نیز غیر قانونی میدانند. واقعا جناب سعادتی صاحب میبینم یادداشت میکنن تعداد از دوستان سوال. چی مسئولیت وجود داره برای سعادتی صاحب که در برابر سوالات ما اول جواب بگه؟ اگر به نمایندگی از پارلمان رفته بودند باید از مصوبات پارلمان نمایندگی میکردن و حمایت میکردن. پس به این اساس ما این کمیسیون اصلا دعوت نمیتیم. در اینجا دعوت میتیم باز به حضورشان دشنام بزنیم، خدای نخواست این به دور از منطق است. اما سعادتی صاحب عضو به ولسی چنگ است، همکار ما و شماست، یک معلومات از اجراتشان بده، این بدور از منطق و چی نیست. بیشتر نمایندگان در این مجلس بر برگزاری شفاف انتخابات، اما چگونگی آوردن شفافیت و اعتبار بخشی دوباره به انتخابات آنان را به دو گروه تقسیم کرده است. قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها، این فکر میکنم که حق ولسی جرگه یا شورای ملی افغانستان است که سر تعدیلش بحث بکنه. اوج ابتذال سیاسی همین هست جناب رئیس صاحب، که در همین تالار که باید حرف از اصلاحات بیایه، حرف از سرنوشت مردم بیایه، میگیم برای ما اصلاحات مهم نیست، برای ما نمیخوایم در مورد اصلاحات. من امروز 3-4 دفعه از همکارا شنیدم. با این وجود شماری از نمایندگان مشکلات کنونی را یک تجربه تلخ میدانند و میگویند که با تاخیر در توزیع شناسنامه‌های برقی، انتخابات های پیش رو از انتخابات سال 1393 بدتر خواهند بود. لیست رایندهندگان را بر اساس تسکیری تابعیت جور کنین و الا مسئله افغانستان بم اتم خواهد شد و همه ما را به مفسدی دیگر خواهد برد. تا کنون کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی توانسته طرح نخستین اصلاحات انتخاباتی را به حکومت بسپارد. از میان 10 طرح پیشنهادی این کمیسیون، رئیس جمهور درباره 3 طرح آن از جمله چگونگی تغییر نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی و تشکیل کمیته شفافیت کار اعضای نهادهای انتخاباتی توضیحات بیشتر خواسته است. وزارت داخله از آینده امنیت ولایت غزنی به شدت نگران است. این وزارت هشدار می‌دهد که اگر زندانیان فراری در غزنی دوباره بازداشت نشوند، نه تنها امنیت این ولایت با خطر روبرو خواهد شد، بل ولایت‌های همجوار نیز از این تهدیدها به دور نخواهند ماند. دو روز پس از حمله گروه طالبان بر زندان مرکزی غزنی، نگرانی از پیامدهای این رویداد به اوج رسیدند. هرگاه افراد دوباره دستگیر نشن، بازداشت نشن و به محابس افغانستان برنگردن، تأثیرات بسیار جدی و در بلند بردن گراف جرایم در ولایت غزنی دارند. نیازمند همکاری مردم غزنی هستیم که در شناسایی از اینا با ما کمک بکنن. با آن که عملیات ردیابی زندانیان فراری از همان نخستین ساعت پس از رویداد آغاز شد، اما گفته می شود که تا اکنون تنها شمار اندکی از این فراریان دوباره بازداشت شدند. حداقل یک روز پیش از حادثه قرار بود جمع بزرگ از محبوسین خطرناک از ولایت غزنی به زندان کابل انتقال داده شود، اما متاسفانه فقط 18 نفر انتقال یافت و بقیه زندانیان خطرناک و مجرمین خطرناک هنوز هم در زندان مرکزی غزنی باقی ماند. هرچند هیئت فرستاده شده از سوی وزارت امور داخله به غزنی بررسی‌هایش را درباره چگونگی این رویداد به پایان رسانیده است، اما این وزارت میگوید که نتیجه این بررسی‌ها تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. رشد اقتصادی، کاهش بیلانس تجارت، ایجاد فرصت‌های کاری و افزایش صادرات در کشور وابسته به رشد و حمایت تشبثات کوچک و میانه است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها می‌گویند که با گذشت 14 سال هیچ توجهی بر رشد و حمایت از تشبثات کوچک و میانه نشده است. اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها یا ایسا می‌گوید که با اهمیت‌ترین سکتور در کشور تشبثات کوچک و میانه است. رئیس این اداره میگوید که بیلانس تجارت 95% منفی است و رشد تشبثات کوچک و میانه را راه بهبود این وضعیت میداند. بیشترین صادرات بین 30-60% در به طور اوریج صادرات توسط کوچک متوسط صورت میگیرد، اما در افغانستان ما باور دارم بیش از 90% صادرات ما به اساس تشبثات کوچک و متوسط است.
از سوی دیگر آگاهان امور اقتصادی خانه از میان برداشتن مشکلات تشبثات کوچک و میانه هستند. جامعه تشبثی کوچک و متوسطه که با این و یک دفیسیت و با این و یک محدودیت و کوتاهی مواجه باشه، یقینا متناسب به نیروی کار و سایر عوامل تولید به شمول توانایی های تشبثی و خلاقیتی که پیش متشبثی وجود داره همه در حالت التواء و در حالت رکود قرار میگیره. نظارت دقیق و همچنان حمایت همه جانبه نظام سیاسی از متشبثین کوچک و متوسط و حتی بزرگ هم وجود نداره. به همین دلیل هست که این ناهماهنگی سبب شده که نظام سیاسی و حوزه های مختلف مدیریتی کشور مافیایی میشه. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها میگوید که تا کنون 500 هزار جواز صنفی وجود دارد که بیشترین آنان پیشوران و دکانداران هستند و با تشویق و حمایت تشبثات کوچک و میانه تغییرات مثبت در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان، میگوید که حکومت افغانستان تلاش هایش را برای آغاز گفتگوهای صلح باید از سر گیرد. اما شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح با طالبان و میان آمدن آتش بس و نیز صادق بودن پاکستان را در این روند شرط می‌گذارد. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان، به رسانه‌های پاکستانی گفته است که با مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان، گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان متوقف شد. اما اکنون حکومت افغانستان تلاش‌هایش را باید دوباره برای آغاز این روند از سر گیرد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مردم به این گفته‌ها باور ندارند. یکی از خواست‌های مهم شورای عالی صلح این است که پاکستان در روند گفتگوهای صلح باید صداقتش را ثابت بسازد و نیز حمله‌های هراس افغانانه را متوقف بسازد. یک شرطی که میتونه ایره خوب تضمین بکنه که مذاکرات جدی هست، او چی است؟ او عبارت از این است که یک آتش بس. در همین حال شماره از آگاهان سیاسی به این باور هستند که کابل از این فرصت ایجاد شده با برنامه‌های ویژه و تکنیکی وارد مرحله دور دوم گفتگوهای صلح با طالبان شود. فعلا اگر حکومت افغانستان با یک برنامه خاص و با یک اجندای خاص و با تکتیکای خاص وارد مرحله دومی مذاکرات با طالبان شوند، ما مطمئن هستم که در این مقطع زمانی شاید ما یک کمی نزدیکتر شویم به یک صلح با طالبان. اما شمار دیگر از آگاهان سیاسی این گفته های سرتاج عزیز را از روی ناگزیری پاکستان می دانند. پاکستان اوس دی سیاسی بعض سیاسی ملحوظات پر اساس فکر کوم چې دوی اوس مجبور دي چې ترڅو په طالبان باندې فشار راولي، ترڅو طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. آگاهان بدین باور هستند که نقش پاکستان در ایجاد گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان میتواند اثرگذار باشد. اداره مستقل هوانوردی میگوید که حکومت اداره حریم فضای کشور را به دوش گرفته است. مسئولان اداره مستقل هوانوردی میگویند که اکنون این اداره مسئولیت های فرودگاه های کوچک کشور را به دست گرفته و در آینده نزدیک با ظرفیت سازی در این اداره مسئولیت های فرودگاه های بزرگ را نیز بر دوش خواهد گرفت. حکومت افغانستان کنترل حریم فضایی کشور را به دست گرفت. مسئولان اداره مستقل هوانوردی میگوید که با گرفتن کنترل حریم فضایی کشور، این اداره در تلاش است که به زودی مسئولیت های میدان های هوایی بین المللی کشور را نیز به دست گیرد. این مسئولان همچنان می افزایند که عمده ترین چالش فرارای گرفتن مسئولیت های میدان های هوایی بین المللی کشور، نبود ظرفیت های لازم است. این سردنان څخه د افغانستان فیزار ټوله خپل د افغانستان دولت خواسخه کنټرولیر چې په هغه کې هم مشترک هم خارجیان دي هم افغانان دي، دواړه په یو مشترک د افغانستان فیزا کنټرولي او ټوله هغه عملیات چې د افغانستان فیزا باندې کیږي د افغانستان د دولت تر چتر لاندې کیږي. در این حال کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگوید که کنټرول حریم فضایی کشور گام مهم در راستای افزایش عواید است و همچنان تاکید میکنند که هنوز نبود وسایل پیشرفته و نبود منابع بشری از عمده ترین مشکلات در کنټرول حریم فضایی کشور است.
حالیم فضای افغانستان با دست خود افغانها با دست خود افغانها یک اقدام نیکی هست، اقدام خوبی هست. البته تاثیرات ازی است که امکان ازی بیشتر می رود که عایدات افغانستان بالاتر بره و در پلو یک شغل کار به مردم پیدا شود. به گفته مسئولان اداره مستقل هوانوردی، هزینه کنترل حریم فضایی کشور 24 میلیون دلار است و عواید آن 45 میلیون دلار است که حکومت می تواند به سادگی هزینه کنترل حریم فضایی کشور را بپردازد. این مسئولان تاکید دارند که حکومت در تلاش است تا کنترل ترافیک فضایی را نیز بر عهده گیرد. میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. آمریت های تجارت و پلیس فاریاب امروز بازیچه های مشابه به جنگ افزار ها را از بازار میمنه جمع‌آوری کردند. باشندگان فاریاب از این اقدام نهادهای محلی در این ولایت استقبال می کنند، اما فروشندگان آن می گویند که دولت باید جلوه واردات این سلاح ها را بگیرد. آمریت تجارت ولایت فاریاب در اقدام بی پیشینه خرید فروش این سلاح ها را غیر قانونی اعلام کرد. این هم تفنگچه های پلاستیکی هستند که از سوی بازرگانان به شهر میمنه آورده شده اند. اما پلیس این همه تفنگچه ها را از بین می برد. تفنگ های پلاستیکی که از پاکستان وارد می شود تجار ما را وارد می کنند به مضر است. به خاطر اطفال ما اقدبن بار می این کار خلاف است. از همه پلیسی که در فاریاب هستند 100% خوش هستیم که چرا که یک اتحاد اتفاقی را بین جامعه میاره. ما کوشش کنیم اجتماع خدا در طفلای خدا در علم دانش تشویق کنیم تا کشور خود آباد بسازد. مقام های وزارت تجارت در ولایت فاریاب از بازرگانان میخواهند تا این گونه تفنگچه ها را به بازارهای کشور وارد نکنند. اولا از حکومت که مرکزی خواهش دارن که باید از بندرهای را برای وارد افغانستان نکنند، چون وارداتشان بسیار مردم به مشکل مواجه هستند و باران تاجران نخرن و کسایی که کسب و کاران هستن یورا نخرن. مشکل ما حل است، هم اطفال ما از برن نمیبرن، هم کسایی که در این مشکل مواجه هستن مواجه نمیشن. وزارت امور داخله پس از آن واردات و خرید و فروش تفنگچه‌های پلاستیکی را ممنوع قرار داد که در عید گذشته چشمان بیش از 100 تن در نتیجه فایر تفنگچه‌های پلاستیکی آسیب دیدند و برخیشان هم بینایی چشمشان را از دست دادند. طالبان و نیروهای امنیتی در منطقه کجکی هلمند با هم درگیر شدند. مسئول دفتر رسانه‌های فرماندهی پلیس هلمند میگوید که در نتیجه درگیری‌ها میان طالبان و نظامیان کشور 22 مخالف مسلح کشته و 25 تن دیگر آنان زخمی شدند. قوم‌های محلی در هلمند میگن که درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی ناوقت روز سه‌شنبه آغاز شد و به روز چهارشنبه متوقف شد. گفته می‌شود که در این درگیری‌ها 22 مخالف مسلح کشته شدند و 25 تن دیگر آنان زخمی شدند. در جل مهم موضع در جل مهم زیدی در کجکی در بند او در کجکی در دینموگانو در خوندیتوب یو زید بوده چې هغه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دی که چېرې حکومت ورته پاملګنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بې ورته ونه ساتي بند او ډینموګانې هغه تر جګ سخت تهدید لاندې راځي. در امین حال فعالان مدنی در هلمند خوشدار می دهند که اگر به نظامیان کشور نیروی کمکی نرسد برخی از بخشا به دست مخالفان سقوط خواهند کرد. دا دوی ورځې یا درې ورځې کې که دولت هلته کومک ورنه کړي چې دا پاپریکا دې هم د لاسه څخه ووځي او دا بند و دا ساحه دې هم د ولسوالۍ د لاسه څخه ووځي. کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغو هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دې سوله، نو دا خو ډېر په ضروریت کې دي چې شی نه ورسېږي. اوسه ما دې اکن بنشي چې یې کړی دی، په دغه سبب یې کړی دی چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي. هلمند از ولایتهای ناامن در جنوب کشور است. با این ولایت به علت هم مرز بودن با پاکستان همواره گواه فعالیت های مخالفان مسلح بوده است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر روسیه را به خاطر افزایش حضور نظامیش در سوریه هشدار می‌دهد. جان کری می‌گوید که ادامه پشتیبانی روسیه از حکومت بشار اسد می‌تواند به ادامه جنگ و بدتر شدن اوضاع در سوریه بیانجامد. ادامه فراهم ساختن کمک های نظامی روسیه به حکومت بشار الاسد خشم ایالات متحده آمریکا را برانگیخته است. وزیر خارجه آمریکا از روسیه می خواهد تا از ادامه حمایت حکومت سوریه دست بردارد. کاخ سفید نیز از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه سخت انتقاد می کند و می گوید که اگر روسیه خواهان پیکار با داعش است، واشنگتن از پیوستن مسکو به ائتلاف جهانی بر ضد داعش استقبال می کند.
As we've said before, we continue to believe. چنان که ما پیش از این هم گفتیم که تلاش های روسیه برای حمایت از اسد بی ثبات کننده است و این تلاش هم سودمند نیست. Destabilizing and counterproductive. در همین حال وزیر دفاع فرانسه با انتقاد از حکومت بشار الاسد تایید می کند که در آینده نزدیک حمله های هوایی فرانسه بر داعش در سوریه آغاز خواهند شد. بشار الاسد است ان اساسین. بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یک قاتل است و او مسئول قتل 240 هزار تن است. علت که امروز منطقه با خطر فروپاشی روبروست منشه این کار بشار الاسد بوده است. اما بشار الاسد از اتحادیه اروپا سخت انتقاد می کند و این اتحادیه را حامی هراس‌افگران می داند. اروپا به خاطر اصولش مقصر است، زیرا این کشورها از هراس‌افگنان حمایت می کنند. قدرت های غربی هراس‌افگنان را محافظت می کنند و آنان را میان رو خطاب می نمایند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که فراهم ساختن کمک‌های نظامی این کشور به سوریه به خاطر پیکار با داعش ادامه خواهند یافت. اما در همین حال روسیه از جامعه جهانی می‌خواهد تا حکومت بشار اسد را کمک نظامی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید که بدون همکاری با حکومت سوریه شکست گروه داعش در سوریه امکان پذیر نیست و باید کشورهای جهان حکومت بشار اسد را در پیکار با گروه‌های هراس‌افکن حمایت نظامی کنند. روسیه بر ادامه همکاری های نظامیش با حکومت بشار الاسد در سوریه تاکید می‌ورزد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از راهبرد ائتلاف جهانی در پیکار با گروه داعش در خاک سوریه انتقاد می‌کند و می‌گوید که شکست گروه داعش بدون حمایت حکومت بشار الاسد در سوریه امکان پذیر نیست. رئیس جمهور روسیه می‌افزاید که مسکو به همکاری های نظامیش با حکومت سوریه ادامه خواهد داد و از جامعه جهانی نیز می‌خواهد که برای مبارزه با گروه های هراس‌افگنی به ویژه شکست گروه داعش باید حکومت سوریه را حمایت نظامی کنند. من میخواهم بگویم که روسیه حکومت سوریه را در پیکار به هراس‌افگنی پشتیبانی میکند. ما کمک های نظامی ضروری را به حکومت سوریه انجام دادیم و بر تعهدات خود برای کمک های نظامی به حکومت سوریه نیز متحد هستیم و از دیگر کشورها نیز می‌خواهیم که حکومت سوریه را پشتیبانی نظامی کنند و با ما بپیوندند. ولادیمیر پوتین نیز از بحران پناهجویان در جهان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید اگر روسیه حکومت سوریه را حمایت نمی‌کرد، بحران پناهجویان در جهان در مقایسه با بحران کنونی بزرگتر می‌بود. بدون پشتیبانی روسیه از حکومت سوریه، وضعیت این کشور ناگوارتر از وضعیت لیبیا می بود و هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی بزرگتر از اکنون می بود. ایالات متحده امریکا که مخالفان میانه رو حکومت بشار الاسد را اکنون در پیکار با گروه داعش در کشورهای همسایه سوریه آموزش می‌دهد، به شدت از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه انتقاد می‌کند و می‌گوید که حضور نظامی روسیه در سوریه سبب افزایش درگیری‌ها در این کشور شده است. باراک اوباما خواستار همکاری جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران پناهجویان سوری شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برای پایان دادن به بحران پناهجویان سوری در جهان باید جامعه جهانی به گونه مشترک به خاطر رسیدگی به این معضل با هم کار کنند. در همین حال باراک اوباما میافزاید که واشنگتن نیز به سهم خود شماری از پناهجویان سوری را خواهد پذیرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از آمادگی واشنگتن برای پذیرش پناهجویان سوری خبر می‌دهد. باراک اوباما که با همتای اسپانیاییش در کاخ سفید سخن می‌گفت، می‌گوید که حکومت آمریکا آماده است تا شماری از پناهجویان سوری را که وارد این کشور می‌شوند بپذیرد. اما وی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی که اکنون دامنگیر بحران پناهجویان هستند، می‌خواهد که باید برای پایان دادن به این معضل و به سهمیه خویش پناهجویان را بپذیرند. ما به توافق رسیدیم که اکنون نیاز است تا کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی برای کمک به پناهجویان اقدام کنند تا آنان از هر گونه خطر در همان بوده و با آنان برخورد انسانی صورت گیرد. با آنکه شماری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا آمادگیشان را برای پذیرش پناهجویان سوری اعلام کرده اند، اما شماری از کشورهای اروپایی به شمول هنگری محدودیت‌های بیشتر را برای جلوگیری از ورود پناهجویان
در مرزهایشان روی دست گرفتند. رئیس جمهور سوریه کشورهای غربی و اروپایی را متهم بر حمایت از گروه‌های راس‌افغان در سوریه می‌کند. بشار اسد در گفتگو با یک رسانه روسی حمایت کشورهای خارجی از راس‌افغانان در سوریه را دلیل اصلی فرار مردم سوریه از کشورشان می‌داند و از کشورهای غربی و اروپایی می‌خواهد تا دست از حمایت گروه‌های راس‌افغان در این کشور بردارند. و جنگنده‌های استرالیا برای نخستین بار موازی داعش را در خاک سوریه آماج حملات هوایی قرار دادند. وزیر دفاع استرالیا میگوید که جنگنده‌ها این کشور عملات هوایی را بر موازی داعشیان موفقانه در سوریه انجام دادند که در نتیجه یک انبار جنگ افزارهای داعش نابود شده است. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.